سلام خدا دوستان عزیز، سلام، خدا کنک خوب باشید، صحت سلامت باشین، خوش آمدید به یک ویدیوی جدید. والا یکی وضعیت ما خراب است، سبب این دوستان ما میاد سرویو جوت من پاس می دوستان عزیز، سلام و دوباره خدا کنک خوب باشین، صحت سلامت باشین، نه تر تازه شدیم، بخیر پاس آمدیم. امروز بعد از یک مدت طولانی همونطور که ویدیو ساب کردیم یک کباب خوری هم میکنیم دوستان عزیز، همراه فامیل عزیز ما دوستان. اما چیز از خدا خیر شما تو تقریبا آماده کردم دیگه، او چیزایی که مربوط ما میشه اونا رو آماده میکنیم، بخیر میریم به طرف حولی کباب رو آماده بکنم، دیگه که مواد لازم ببینیم. این مواد لازم ها دیدین، سالات وقت آماده کردم، خدا خیر شما تو ببینیم که چه سالات مقبول و اما تو مسدار البته مزهش باز ما تست میکنم بر شما میگم بسیار زیاد خوب هم تو آماده کردن یا میمونیم اینجا که بر ما شما مزایمت نکنن دیگه. یا از چتنی ما که به اصطلاح دو رقم چتنی جور کردیم که از بانجان میست، یکی از ماست و نعنا و ایناست، هر کس با محل خود مشجان بکنن، اینا را میمونیم گوشا دوستای عزیز. و موادی که ضرورت است دوستا بر خاطر کباب ما تقریبا نیم کیلو گوشت گوسفند هستن و یک نیم کیلو گوشت گوساله هست دوستای نازنین. گوشت گوسفند به خاطر چربی و به خاطر نرم شدن این گوشت استفاده میکنیم عزیزا. دیگه این هم که در تصویر دیدین مرچ دلمه سبز و سرخ هست، بانجانومی هست، پیاز و سیر هست که از قبل مهیده شده و این در بانجانومی هست که باز براتان میگم چی کار می آله چی میکنیم. این گوشت ها را همراه یکی دیگه همه ایش میندازیم و تختم میکنیم دوستا. شما بینده چند تصویر باشین از جریان کار ما و چرا ما دیگه وقتا ویدیو نداشتیم، موضوعی که بسیار زیاد مهم است دوستا. خدا خیر شما به تک تعداد مسیج میکردن از مپرسان میکنیم کجا هستی، چرا ویدیو ثبت نمیکنی اینا دوستا. وقتی که یک جایی که نو میم تا که آدم هم خود جور میکنه و اجست میشه اینا مشکلات خدا میداشته باشه، الحمدلله کوت مشکلاتی نبود چون همه چیز بود اینجا، هیچ چی نبود. اما باز هم یک شهر نو، کشور نو، فرهنگ نو، مردم نو، هر چیز مشکلات خدا میداشته باشه. به همون منوال آمدیم کوشش کردیم که اول یک کار اساسی پیدا بکنیم، بعد از او باز یوتیوب و تیک تاک کنم میخوام اینستاگرام یا خواست هست. به همون خاطر رفتیم دنبال کار، یک سی وی جور کردم دوستای نازنین، رفتم پشت کار، این طرف اپلای کو، طرف اپلای کی، طرف اپلای کو، بالاخره دیگه تانستیم که وظیفه بگیرم. حدودا فکر میکنم یک ماه شد که میرم سر کار اینا، سه ماه از آمدنم شد، همین دو ماه پشت لایسنس گرفتن و نمیفهم بیجیر جورکو و میدیکر بگی و سار گپا داشت، همه گی از اونا رو جور کردیم و یک ماه هم شد که شامل وظیفه شدیم. امروز که رخصتی شد یعنی از کار کمی فرصت پیدا کردیم گفتیم بیا که میله بکنیم، چون به شما دوستایی که بیشتر از ما اینجا سوالا همیشه زندگی میکنیم معلوم هست که دی جانمو ویکند است و نمو رخصتی های آخر هفته و یکان گپی که اضافه اینجا میشه رخصتی میشه دیگه، در غیر از او صبح بده وظیفه و شام بیا خانه هم رقم این موضوع است. پر عرفی نمی کنم، یا من خوشخبری که دوستا با خبر باشن که الحمدلله وظیفه میریم در خانه نششتیم دیگه، بخیر میریم به طرف وقت کردن کباب. دوستا راستی نگفتن هم مونه که یک تعداد از دوستای ما گفته بود که شما در استرالیا، کانادا، امریکا هر جایی که برین پشت گوشت هیچ امکان نداره که مکس پورک از اونها باشه. دوستای نازنین پورک کاشک و قرزان میبود که بگیرن در گوشت گوسفند چیز بکنن، یک دانه پای چتل از اون تقریبا قاعده یک دانه گوسفند هیچ قیمت داره، پس به اون دلیل هیچ وقت گوشت حلال مکس پورک نمیداشته باشه دوستا، چون او قرزان نیست و به هر کس هم پیدا نمیشه که بری بر دو گوشت خوک بندازن و بدن. این دکان از
افغانای ما شما هست و همچنان دکان از عربا هست و دوستای ناظرین حلال سرتیفیکیت دارن و هر لحظه زیر چی میگم و دید هم تیم بررسی استرالیا هست. درست است کافر هستن چی هستن، اما باز مسلمان ها در دولت هستن که برن سروی بکنن و چک بکنن که ای پاک است، حلال است یا نیست. دوستا ای را هم از اونجا گرفتیم به ولاگ تیک تاک شما دیده بودیم دیگه، اینا رو با هم میکس میکنیم. از بانجانومی را مکمل میندازیم دوستا، بسیار خوشتم میسازیش. این هم همونطور که براتون گفتم پیاز و سیر است عزیزا. البته یک چیز نگفتن همونه، صبر کنید صبر اینجا که کلانکاری نشد دوستای نازنین من. اگر قم آشپزا و رسته هستم براتون معرفی که درستیم که ایره بندازیم ایره بندازیم، هر کس از خود خودم و مواد لازمه خود داره، ریسیپی خود داره، هر کس با مو طریقه خود میسازه دیگه. ایره ما با مینا مشهور شدیم مگه ایره ریسیپی ایمان هست دیگه، این طریقه ما هست دوستای نازنین که من به این طریقه آماده میکنم بر فامیل. انشاءالله شما دوستا رو ببینید در کامنت نوشته کنید، اگر بودین نزدیکا دی استرالیا نزدیک ما بودین حتما چرا نه میبینیم بخیر، باز یک کباب پوری میکنیم. پیاز و اینا رو انداختیم، بانجان می رو انداختیم، روغن دوست اگر قاشق خرد بود پشتان و دسترس بود 4 قاشق بندازین، اگر از این کلام بود 2 دانه بندازین دوستا، بسیار زیاد خوب میشه. اگر میخواین به طریقه ما درست کنیم به طریقه خودتان، باز اگر خوبتر بود حتما در کامنت برام نوشته کنین، به انگلیسی نوشته کنین، بسیار خوب است که چند وقت میشه ما ویدیو نشو نکردیم یکم چینل ما وایرال شوه، خوشحال میشیم دوستا. خب دوستای نازنین بیخی دیگه جان و گوش برآمد، چسب میبینین دوستا ایتی یک چسب پیدا کرد دیگه، بیخی آماده آماده است، فقط گوشت میمونه یکم استراحت بکنه تا وقتی که زغال آماده میشه و تا وقتی که زغال سرخ میشه ایره میمونیم استراحت بکنه، بعد از او باز دست سیخ میگیریم. برازی ایره قم سیخا گرفتیم دوستا، سیخای کلان کلان که نفت و گوشت مرغ که اینجا میبینین دوستا ایره مخته کردیم. اختی از یاسان از خودتان میفهمید دوست یک زرک سیر میر بزنیم خلاص دیگه گوشت مرغ است. بعد از او باز بخیر اونا را میاد بین جالی میمانم یا اون در ایسی خواب میزنیم دوستا، بعد از او بخیر آمادهش میکنیم میبریم سر زغال با انشالله قصه داریم هم باشیم دوستا. شما چینل یوتیوب ما را سبسکرایب بکنین، کامنت های بسازد مقبول بانین، اگر به زبان انگلیسی بانین که بیخی خوب میشه، همچنان تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک ما را هم دوستای نازنین فالو بکنین، از اون ویدیوهای خوب برتون نشه. میبینین مرغ میگیریم دست سیخ میزنیم، هر کس طریقه داره که به کدام طریقه دست سیخ میزنم، من از این قسمت به این شکل دوستا میزنم. بسم الله کباب خانه‌ای رو کلان کلان باید باشن، کباب های بیرونی خواهم تو رزرگ رزرگ هست مقصد خانه کنم میتم خدا یاد جا میشم. دوستای نازنین پس آمدیم به ادامه ویدیو، زغال آوردیم کوره رو آوردیم، فقط این مرحله روشن کردنش یک ذره مشکل است، ما ببینم اگر تانستم تانستم اگر نتانستم باز کمک خواستم خدا خیر بده فامیل باز کمک میکنن. با این یک ذره مواد آتشگیر بندازیم دوستا که خوبتر چیز شود بخیر روشن شود. دیشب یک ویدیو رو در تیک تاک ماندم، گفتم که کیا از کجا ما را میبینن اینا، بسیار دوستای ما
از سیدنی و ملبورن کامنت مانده بودن گفتن اونجا هستیم، هوا بسیار بارانی و خوب است. خدا رو شکر کجا باران میباره اینجا هوا گرمتر است. حالا ما منتظر بودم کم هوا سرد شود، طرف دیگر باز بخیر و شب آماده میکنیم نانه. اگه فعلا ساعت 5 باشه با وقت پرت هست استرالیا، فضایی نیرفم از دو ساعت. البته باز تکرار کنم، من قدر گفتم میرم صرف بخاطر میخوایم که همراه شما صحبت بکنم و اینا رو میفهمی همه چیز عادی است، همه گیتان این کارها رو انجام میتین هر هفته و بلد هستیم، اما خواستم که از خودم هم همراه شما عزیزا شریک بسازم. صبر کنید که این تک کمی شمال بزنه، انشالله که به می رقم میچسبه زغال ها دوستای نازنین. تا وقتی که زغال میچسبه و ای آماده میشه ازا مکجان تصویر از اولی برتان نشان بدم که جد بسیار زد اولی مقبول درست کردیم. خدر جان ما زنده باشد. درختارک میبینید اینا رو میبینید بسیار کتکاری مقبول، همه چیزی را که شما میبینید اینا رو روز آمدم بسیار خدر جان مقبول کتکاری میکرد، بر آمده بود زیاد شده بود اینا، یک کم که رفت بسیار مقبول جورش کرد. یک دانه جورش هم اینجا داریم، اول تصویر میبینیم درخت انجیر رو میبینیم دوستا عزیز، بسیار خوب انجیر گرفته انشاءالله به وقیلهی که پخته شد و باز نوش جانش میکنیم. اونجا درخت که شما بالا میبینیم او لوکات بود که تا جایی که جور مانده بود و خوب بود آماده شده بود بخوردن نوش جانش کردیم. دیگهش ماند اونجا و به این طرف هم یک طرف دیگه از دوستا، این امروت از دوستا هنوز خورترک از دیگه تا که کلان میشه منتظرش میباشیم بخیر که آماده شده و نوش جان بکنیم. و ای هم درخت های بیاسل امود سبز از 24 سبز اینا بخیر. زغال هم چسبید دوستا ای آماده میشه، باز بخیر هستیم و کبابا رو میاریم میشه ماندم. دیگه تقریبا یک نیم ساعت در بر میگیره که خوب صحیح پخته شد و آماده شد. اگر از یه سیخ ها را گرفته یا چند سیخ هم بخیر گوشت کوبیده برتان میزنم یا شامی کباب به اصطلاح خود ما سفر کنیم که آتش بخیر آماده شد، آتش بخیر اولش میکنیم و سخترین کار کباب اینیم قسمتش از دوستا میبینین دوستا. بسم الله گفتم میمانیم
کوبیده را زودتر باید دور بتیم تا که نفت را حتما دوست و خاطراتتون بر ما نوشته بکنین، نشه که باز نوشته نکنین که در برنامه بعدی باز بخیر میخوانیم شما. تمام کبابا آماده شد، البته تمامش نگیم، کوره اولش نان میگیریم به این شکل میندازیم بالا ازی. بعضی کسا میفهمن، بعضی کسایی که نمیفهمن، این به خاطر ازی است که نانم بوی کباب بگیرم، نان خشکم باز بخوریم فکر میکنین کباب خوردین. این تکنیک است که دوستای عزیز که فقط یک دو دقیقه ایره میمونیم، میورداریم شد کبابا را میکشیم، بعد از او باز بخیر دوره دوما میمونیم. Could I just speak? Philip is speaking. What did you say? I said I mix Indian and Afghan together. Oh. Tell me again. Tell me again louder. I'm bringing more stuff. Wait. Okay. That's a very much shooky man. البته اینا به خاطر از اینکه که میخوایم همینجا جور کنیم نان مان در بیرون نشان بکنیم دوستان نسوزید. بالاخره دوستان نانمان ما آماده شد، اینجا ما آماده کردن که امروی همی سیخ کباب یا کباب کوبیده مزه میکنم. دوستان امتحان کنم بس بکنم قسم میکنم چرا گپ بزنم باز مگم خود صفتی که خیر باشم دیگه ما نان رو نوشان بگیم. دوستا شما چند تصویر رو میدین آفتاب دیگه غروب کده روی هسته، بعد از اون باز میریم بخیر به خانه. یک چند کامنت بسیار مقبول هسته که اونا رو باز بخیر باید جواب شما. تشکر که ویدیوی ما رو دیدین، انشاءالله خوشتان آمده باشه. بعد از یک مدت طولانی آمدیم ما خیلی لذت بردیم، خدا کنم شما هم لذت برده باشید. آفتاب غروب کرد دوستا اما هنوز روشنیش بالای ابرا به این سمت افتاده. شما میدونید که مهتاب هم بر آمده، من نمیدونم برسان معلوم میشه نمیشه بسار زد مقبول مهتاب هم بر آمده، ابرا هم بسار اگر نمیده مقبول گفته و بسار غروب زیباست. البته تقریبا ساعت 7:20 است به وقت فرد این وضعیت هوای محصر شد دیگه. یک چند کامنت بسیار مقبول هم تا آمده، یک چند کامنت هست باید جواب شانا بکنم دوستای نظر. من اینجا میشونم بعد از ما چای سبز که نم بشه این چیم مزه هم ایتر دوست چای سبز هم دفتیم دیگه. این را همون تاکوی شما نوشو جان خدا همون کامنت ها را جواب میدم که دوستای ما زحمت کشیدم خدا خیلی شما بکنم. دوست ما رویا جان نوشته کردن که بسیار خوش شدم که به خیر استرالیا رفتی، شکر موفق باشی. تشکر بسیار زیاد از شما، زنده باشین. محجوبه جان نوشته کردن همیشه خوش و صحتمند باشی ایمان جان نازنین، آمین. تشکر بسیار زیاد شما هم همچنان. یوزر شما را هست دیگه لالا ایمان میشه بگوین چند وقت بعد از مصاحبه و میدیکل ویزه تان آمد ممنون میشم. دوستان من که به ویزه خودم اپلای کرده بودم، به ویزه خود که اپلای کردم در ماه اول بر من میدیکل آمد، در ماه دوم بایومتریک آمد و بعد از او 16 ماه دیگه صبر کردیم که در مجموع شد 18 ماه. در 18 ماه ویزه ما آمد بدون مصاحبه. دوستان من مصاحبه ندادم
از ما ویزه مستقیم آمد دوستای نازنین، دیگه انترویو هیچ چیزی ما ندادیم. و این فرق میکنه نظر به ویزه هر کس، ویزه بشر دوستانه، ویزه اسپانسر فامیلی، ویزه نمیفهم کسی که ازدواج میکنه، هر ویزه بزنس، ویزه استودنت، هر کدامش فرق میکنه و نظر به مو اسنادایی که اون نفر داره، نظر به مو بک‌گراندی که اون نفر داره، همون رقم باز همراه از او سیستم تغییر میکنه. حالا اگر ما مصاحبه ندادیم 100 نفر دیگه مصاحبه داده، اگر 10 نفر مصاحبه نداده 10 نفر دیگه مصاحبه داده، یک اسنادی را که از ما خواستن شاید از اون نخواسته باشن، از او خواستن از من نخواستن، اینطور موضوعات داره دوستان. از هر کس با سیستم خودش هست، اینطور ما گفته نمیتونم، اما همین سیستم بود که گپ میزنم. سلام لالا ایمان، ابراهیم را فارسی یادش بده. حتما ابراهیم جانم فارسی یاد میتم، پشتویش بسیار خوب است، پشتو خوب گپ میزنم. دیگه اگر در ویدیو هم انگلیسی صحبت کرده، صرف به خاطر از اینکه ما گفتیم انگلیسی صحبت کنه، چون زبان بین المللی است. اون روز همکارای ما دوستا بر ما گفتن که بسیار ویدیوهای ما دیدیم جالب بود، اما ای کاش که حداقل سابتایتل خود داشته باشه. چقدر خوب میشه اگه یک نفر انگلیسی بگه، اونایت با سابتایتل هم ضرورت نمیشه، اونا هم میفهمن، ما شما افغان هم میفهمیم. پری جان افغان گفتن خوش اومدی، ایمان جان با استرالیا، اگر سیدنی اومدین مهمان ما باشین. بچه شما ان شاء الله زندگی باشه، میایم بخیر. دوست ما به نام لاست فلاور محمدی، همونطور یک نام دارن، نوشته کردن که خوش به حالتان ایمان جان. ایمان جان قند به مقصد رسیدی، خداوند همه را با آرزوی دلشان برساند، به خصوص خودم. آمین آمین، دعا میکنیم که شما را خداوند به مقصدتان برسانه، به آرزویتان برسانه. دیگه جور ساعت سلامت باشین. دوست ما گفتن که نگفتین چقدر وقت میشه رفتی به خیر. تقریبا امی 29 دسامبر که شوه 3 ماه پوره میشه دوستا که ما در استرالیا آمدیم. دوست دیگه ما به نام فریال جان نوشکن، سلام برادر، فامیل من در پاکستان انترویو و میدیکال و بایومتریک کردن برای ویزه بشر دوستانه استرالیا، منتظر هستن چی وقت ویزا میدهن بخیر. انشالله که بخیر و بزودی برشان بدن ویزا را، اما من نمیفهم به خدا. مشکل است که گپ ما براتان بگویم که امروز میتن سبا میتن، ایره گفتم بیشترم که هر کس امو کتگوریش فرق میکنه، با هر کس چرا که اینا برخورد میکنن فرق میکنه. انشالله که آسان بگیرن از فامیل شما را، بخیر و سلامت فامیلتان بیه و هیچ مشکل براتان پیش نشه. دوست ما پرسان کرده که نگفتی در کدام شهر استرالیا زندگی میکنی؟ دوستای ناظرین، من در شهر پرت زندگی میکنم. دیگه انشالله که هستیم همینجا، باز اگر خواست خدا باشه برچکر که زندگی بود، باز میریم به طرف سیدنی، ملبورن، اونجا که دوستا زیاد باز من خواستم میگن چرا او طرف نامدی. انشالله بخیر و سلامت که میریم که هم دوستا رو ببینیم، وطندارا رو ببینیم، چون نسبت به اینجا اوجه بسیار زده است. اینجا اگر نمیفهم 100 فامیل افغان اگر باشه، اوجا بسیار زیاد است. خب یک خواهر ما گفتن که پشت سوشال میدیا را ایلا کن و در اونجا یک کارک بر خود پیدا بکن و روزی حلال پیدا کن. جالب است، کامنتشان بسیار زیاد خوب بود. خداوند خیرشان بده. تشکر از این خواهرم، تشکر از همه گیتان دوستای نازنین. بازم براتان بگویم که از روزی که از پاکستان آمدم به این طرف، از همو روز یک مسئله که در استرالیا هست، نمیفهم شاید در کشورهای دیگه هم باشه، اما در استرالیا مسئله بسیار زیاد مهم است. در اینجا که اینا لایسنس مثل آیدی کارت استفاده میکنن دوستا، یعنی تا که لایسنس نباشه هیچ کاری آدم کده نمیتونه. باز خلاصه باید لایسنس تا بگیری و مثل امریکا و کانادا و اینا لایسنس گرفتن در اینجا آسان نیست، اینجا بسیار مشکل است. به همون دلیل مشکلات می باشه کسایی که تازه مین. من بازم کوشش خدا کردم دیگه کارای ما پیش رفت، الحمدلله لایسنس خدا مو ال که میگن او را گرفتم، رفتم امتحان دادم او را گرفتم. دیگه باید 6 ماه در ال باشم، بعد از ال باز بر من باز یک امتحان دیگه باید بتیم و از او که بخیر پاس شدیم باز لایسنس اصلی میتا. اما فعلا که ال هم هست به کارهای ما میچلن، انشاءالله که مشکل نداره. و در کنار از او نه مسئله کاربار من، در قدم اول ما ال گرفتم، اسنادهای دیگر خلاص کردم، تمام چیزایی که ضرورت بود اینجا کردم، تکس فایل نمبر جور شد،
خلاصه باید تکس بدیم به دولت استرالیا، چون هر کاری که بکنیم بالاخره تکس دارد. از همین ویدیویی هم که شما میبینین من میفهمم اگری $50 حمایت کنه بالاخره $5 شده دولت استرالیا میگیره، چون تکس باید بدیم. ای از این موضوعات دوستای نازنین، و بعد از اینکه او کارا جور شد شروع کردیم ای طرف سیوی بده او طرف سیوی بده، بالاخره الحمدلله خدا شکر یک جای وظیفه پیدا کردیم، فعلا کار میکنم. در تیک تاک هم مانده بودم ویدیویشم، خوشحال هستم از کارم، راضی هستم، دیگه ماش خوب میگیریم، کار میکنیم، انشالله که از زندگی راضی هستیم. دوستای نازنین از وضعیتی که دارم راضی هستم. بازم همگی با هم یک جای دعا میکنیم به خیر وضعیت کشور ما خوب شوه، با هر گروهی که میشه، دولت فعلی است، دولت گذشته بود، هر کدامش بود، بالاخره از هر کدامش شکایت ها بود. دوستای ما بود دولت هم میگفتن که فلان است، بسمدان است، آلیام شکایت های خودان دارن، اما انشالله بخیر که همگی با هم یک جا شوند، دست به دست هم. امی که آبادی شده رئیست، امی خودش یک نوید خوش است. انشالله بخیر و سلامت، خوشحال میشیم، همه چیز خوب پیش برم، وضعیت ها خوب شوه، انشالله باز افغانستان وطن ماست، میریم باز دوره میزنیم، باز میبینیم دیگه. فعلا که هستیم همینجا، با عزت سربلند باشین. تشکر که ویدیوی ما رو دیدین، چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنین، از طریق فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک ما رو فالو داشته باشین. دوستای نازنین از جان برتون کوشش میکنم مینی ولاگ ها برتون ثبت بکنم، نشر بکنم، و شاید بتونم ده هفته از او بیشتر نشر بکنم، اما از این ولاگ ها کمتر، چون وظیفه و اینا اجازه نمیده که زیاد ویدیو ثبت بکنم. انشالله هستیم همگی با هم، و این ویدیوارم که ثبت میکنم به ادامه گپ خواهرم گفته بود که به درد نمیخوره، من میفهم که هیچ کدام از اینا به درد نمیخوره، اما دوستایی که از افغانستان زحمت کشیدن، حمایت کردن، ما را میدن از دوری امرای افغان سایی بودیم، همایون افغان، از او دوران که بودیم، کسایی که میدن بعد از او کابل فنس و بعد از او چینل خودم و تا اینجا آمدیم، آل ناجوانی میشه که اگر باز من یک دفعه همه چیز ایلاوتم اونها رو رخصت بکنم بگویم بریم پشت کارتان، اول میگیرن زنگ میزنن خداوند خیرشان بده. پس با مو احترام اول گرفتن از اونها، به احترامی که از مو حال احوال خودم با خبر باشن. امی ویدیو را که چندان خوشایندم به بعضی ها نیست، امینا را مصب میکنم اونا ببینن، اینایی که خوش نداشتن خیر باشه، گپی نیست دیگه. انشالله که جور صحت سلامت باشین، با عزت باشین. تشکر از حمایت هایتون، منتظر کامنت هایتون هستم، سوژه برم بتین انشالله ثبتش میکنم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.